با عرض سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. در اول صحبت هم جا داره از تمام کسانی که برای برگزاری کنگره دارن زحمت میکشن تشکر و سپاس ویژه‌ای داشته باشم، به خصوص جناب آقای دکتر مقدس عزیز و از اینکه این فرصت داده شد به من که به شکل مجازی در واقع ارائه کنم فایلامو. خیلی ممنون و پوزش از اینکه نتونستم به شکل حضوری کنار شما عزیزان باشم. در واقع ارائه من در یک نگاه کلی در مورد مدل سازی CFTDM به خصوص راجع به جریان های چندفازی و به خصوص جریان چندفازی که در واقع قسمتی از در اون سامانه ما شامل فاز پارتیکل باشه. در واقع اوتلاین های ارائه من شامل موارد زیر یک مقدمه خواهم گفت راجع به در واقع مدل سازی CFTDM، راجع به اندکی راجع به مدل ها و در واقع روش های مدل سازی CFTDM صحبت خواهم کرد و بیشتر وقت ارائه به در واقع مدل سازی اپلیکیشن های مختلفیه که در واقع با کمک CFTDM میتونیم اونا رو مدل کنیم. این اپلیکیشن ها شامل در واقع دو قسمتی، قسمتی که فقط فاز در واقع سالید وجود داره و در واقع سیال وجود نداره و قسمت های دیگه‌ای که فاز سیال هم وجود داره. اگه اجازه بدید لیزرمو بتونم روشن کنم و همونطور که عرض کردم روش های مختلفی برای مدل سازی سامان های چندفازی وجود داره، بسته به این که شما تا چه مقدار و با چه دیتیلی بخواید پدیده های اون سامانه رو کپچر کنید اشکال مختلفی وجود داره برای این مدل سازی که عموماً با توجه به اسکیل زمانی و در واقع طولی میشه به در واقع روش های میکرو اشاره کرد و یا روش های مزو و روش های ماکرو، که البته روش های ماکرو رو من اینجا نیاوردم. تو روش میکرو به عنوان مثال در واقع میشه فلوید رو به کمک دایرکت نیومریکال سیمولیشن مدل کرد و فاز پارتیکل رو به شکل ذرات مجزا و اصطلاحاً دیسکریت المنت متد. تو روش مزو و البته نگاه مزو میشه هر دو فاز رو به شکل سیالی در نظر گرفت و یکی از مشهورترین روش های در واقع مدل سازی اسکیل مزو تو فلوید مدله. عرض کردم روش ماکرو هم وجود داره که خب تو این پرزنتیشن آورده نشده. چیزی که ما تحت عنوان CFTDM بهش اشاره میکنیم در واقع یه تلفیقی از روش مزو یا نگاه مزو و نگاه ماکرو میکرو، به گونه ای که اگه ما فاز پارتیکل رو به شکل میکرو مدل کنیم، یعنی به شکل المان های مجزا و هر پارتیکل رو به شکلی که پارتیکل در نظر بگیریم در واقع و فلوید رو به کمک معادلات نوی استوکس و با فرض کانتینویتی مدل کنیم، در واقع تلفیقی میشه بین روش مزو و میکرو و اصطلاحا به CFTDM معروف هست. یه مثالی به حال از نوع نگاه این نگاه ها، نگاه های مختلف برای مدل سازی مثلا یک گس سالید فلویدایز بد رو شما میبینید. همونطور که مشاهده میکنید در واقع این فلویدایز بد رو میشه به کمک این دیدگاه های مختلف مدل کرد، تو فلوید مدل و خب CFTDM و DNSDM، که خب این DNSDM روش میکرو میکرو هست و همونطور که عرض کردم CFTDM روش مزو میکرو هست. به هر حال مستحضرید که هر چقدر دیتیل بیشتری نیاز داشته باشیم طبیعتا در واقع هزینه محاسباتیتون میره بالا و بنابراین باید ببینیم که آیا واقعا ارزش داره که هزینه محاسباتی بیشتری رو برای مدل سازی در اسکیل های پایین تر صرف کنیم یا نه. بنابراین همه جا لازم نیست از CFTDM استفاده کنیم، بسته به در واقع کیسی که قرار مطالعه کنیم و اینکه چه مقدار تو دیتیل محاسبات وارد بشیم و پدیده ها رو تو اسکیل های کوچکتر بتونیم کپچر کنیم. همونطور که عرض کردم مدل تو فلوید مدل یا مدل مزو مزو هست که هر دو تا فاز سالید و گس رو در واقع به شکل
فلوید در نظر میگیره، طبیعتاً برای اینکه این دوتا فاز به هم لینک بشن یه سری کوپلینگ پارامتر باید تعریف کنیم که خب مومنتوم اکسچنج کوفیشنت ها هستن که برای دو فاز تعریف میشه. در واقع هر دو فاز رو عرض کردم به شکل کانتینیویتی و مانند معادله نوی استوکس در نظر میگیریم. برای اینکه وقت در واقع محدوده، من از در واقع توضیح دیتیل فرمولا اگه اجازه بدید ازشون بگذرم. خب بنابرای مختلفی وجود داره که عزیزان و دانشجویان محترم میتونن ازش بهره ببرن. همونطور که عرض کردم CFTDM در واقع حالتیه که شما فاز سیال رو به شکل کانتینیوم در نظر میگیرید و همون معادلات نوی استوکس رو براش مدل میکنید، در صورتی که برای فاز پارتیکل ذرات رو به شکل پارتیکل های مجزا یا المان های مجزا و قوانین نیوتن برای حرکت هر کدوم از این ذرات صادقه. طبیعتا اینجا هم یه سری در واقع اینتراکشن پارامترز ها هست یا کوپلینگ پارامترز ها هست که اینا رو باید در واقع محاسبه کنید و داخل معادلاتتون قرار بدید. مثلا درگ فورس یا ببخشید من و نیروهای دیگه ای که شما میتونید برای در واقع کوپلینگ بین فاز ذره و فاز پارتیکل از اون استفاده کنید. به عنوان مثال اگه ذرات در واقع کنار هم بغلطند میتونی نیروهای الکتروستاتیک رو یعنی ذرات باردار بشن و باعث به وجود آمدن نیروهای الکتروستاتیک بشن. بنابراین خب تو اون قسمت معادلات فاز ذره نیروهای الکتروستاتیک هم وارد میشه. یا مثلا دوتا ذره به هم برخورد میکنن و از هم جدا میشن، خب نحوه برخورد و جدا شدنش رو در واقع میتونید شما مدل کنید با این روش و خب مواردی که تو ادامه پریزنتیشن هم مشاهده خواهید کرد. همونطور که عرض کردم تو در واقع قسمت CFT عیناً معادلات نوی استوکس رو میتونید مدل کنید با همه اون در واقع ویژگی هایی که برای حل معادلات نوی استوکس وجود داره. میتونید توربولنسی رو مدل کنید، اما اقسام روش های توربولنسی رو مثلا لارج دیسیمولیشن مدل کنید، ولی برای فاز ذره همونطور که عرض کردم معادلات نیوتن صادقه و قانون دوم نیوتن البته، و شما میتونید در واقع از این قانون استفاده کنید برای مدل سازیتون و از این معادله انتگرال بگیرید، سرعت جدید هر ذره رو به دست بیارید. طبیعتا نیروهای نرمال و مماسی و همینطور نیروی فشار، نیروی درگ، نیروی وزن و بقیه نیرویی که عرض کردم، یعنی مثل نیروی الکتروستاتیک و بقیه نیروها مثل نیروی واندروالز اگر در واقع اندازه ذره کوچیک باشه میتونید اینجا اضافه کنید و دیتیل بیشتری نسبت به حرکت ذره یا حرکت ذره ها کنار هم رو بتونید کپچر کنید. همینطور میتونید گردش ذرات رو در واقع مدل کنید. چیزی که مهمه اینه که در واقع برای اینکه ببینید که دو تا ذره احیانا در یه تایم استپ بعدی با هم تماس دارن یا نه، به حال یک سرچین الگوریتمی باید در واقع تعریف کنید. روش‌های مختلفی برای این سرچ وجود داره یا جستجوی ذرات اطراف اون ذره‌ای که در واقع به عنوان ذره آی شما در نظر می‌گیرید و مدل سازی رو بر اساس ذرات مختلف انجام میدید و به ترتیب هر ذره رو مدل می‌کنید، حرکتش رو به دست میارید ذره بعدی و خب طبیعتاً حجم محاسبات قسمت DM زیاد میشه. روش‌های مختلفی وجود داره برای اینکه حجم محاسبات رو کم کنیم. یکی اینکه استفاده از روش‌های روتین ماشین دیتا آنالیسیس به طور کلی و ماشین لرنینگ، یا اینکه به هر حال محاسبات DM رو تو پلتفرم‌های دیگه علاوه بر CPU مثلا تو GPU انجام بدیم و معادلات نوی استوک رو تو CPU حل کنیم و البته خب در واقع کوپلینگ پارامتر هایی که وجود داره مجبوره در واقع بین این CPU GPU مدام در واقع ترانسفر اطلاعات داشته باشیم که یه مقدار خب بسته به اون گیت باز میتونه هزینه محاسباتی رو یه مقدار ببره بالا و در ولی در کل روش های مختلفی وجود داره برای این که هزینه محاسباتی رو کم کنیم، خصوصا تو قسمت در واقع DM. همونطور که عرض کردم
میشه روش های مختلفی رو برای مدل سازی کانتکت فورس ها، همه نیروها از جمله کانتکت فورس ها که اینجا ما از روش هرتزیان مثلا تو این مثال داریم استفاده میکنیم، هم نیروهای نرمال رو هم نیروهای مماسی رو، و عرض کردم بسته به این که داره ذرات رو به شکل سافت اسفیر مدل کنیم یا هارد اسفیر مدل کنیم، خب روش های مختلفی وجود داره، ولی به هر حال دیتیل مختلفی میشه راجبش در منابع مختلف به دست آورد و این کانتکت فورس ها یا نیروهای دیگری رو که تو قسمت دی ام هست مدل کرد. یه ویژگی که در واقع روش دی ام داره میشه با کمک حالا در واقع اپروچ های مختلف اشکال مختلف فاز سالید رو ساخت. به عنوان مثال اینجا در واقع ایرگولار شیپی دارید میبینید که با استفاده از روش مالتی اسفیر، یعنی اسفیر های مختلف رو کنار هم بذاریم و یه شکل در واقع ایرگولار در واقع ایجاد کنیم، یا مثلا اینجا میشه به شکل قرص در واقع در آورد با استفاده از این مالتی اسفیر، در واقع اشکالی شبیه اشکالی مثل قرص های دارویی در واقع ایجاد کرد. برای دیواره ما میتونیم بازم از اسفیرهای مختلف استفاده کنیم و دیواره رو تعریف کنیم. اصولا دستتون بازه برای اینکه اشکال مختلف تولید کنید. طبیعتا اگه یه مالتی اسفیر داشته باشید اینا میتونن در واقع برخوردها رو هم براشون تعریف کرد. مثلا شما میتونید گلوبول قرمز رو به کمک همین مالتی اسفیر تولید کنید و حرکت گلوبول رو داخل رگ‌ها مدل کنید. تو صنایع مختلف، تو صنایع داروسازی در واقع میتونید همونطور که عرض کردم قرص‌ها اشکال مختلف دارویی رو، البته سالید استیجش رو در واقع ایجاد کنید و احیانا این ذرات سالید رو حالا مثلا در هاپر، در فلویدایز بد، بستگی داره، اپلیکیشن‌های مختلف مدل کنید. همونطور که عرض کردم طبیعتاً برای اینکه یک ارتباطی بین فاز کانتینیوس و فاز دیسکریت برقرار بشه یه سری کوپلینگ پارامتر باید تعریف کنید، و اینکه در واقع میتونید نوع نگاه مدل سازیتون ریزولو باشه یا آن ریزولو باشه در واقع میتونید تعریف کنید. پارامترایی که عرض کردم، پارامترایی که برای کوپلینگ مورد نیازه، مثل نیروهایی مثل درگ، دلتا پیه، خود درگ رو میتونید از اپروچ های مختلف مثلا در واقع وننیو یا مثلا گیداسپا استفاده کنید. به حال هم در لیتریچر اگه بگردید معادلات و روش های مختلفی برای به دست آوردن این کوپلینگ پارامترها وجود داره. اپلیکیشن های مختلفی داره استفاده از مدل سازی CFTDM، هم همونطور که عرض کردم تو بعضی از این اصول فاز در واقع فلوید وجود نداره، اگرچه سیال داریم ولی مثلا معادلات مومنتوم نداریم. به عنوان مثال مثلا هاپر، استاتیک میکسر یا حتی کانتینیوس میکسر، به عنوان مثال ناتا میکسر، و بعضی هم نه، تو بعضی از اپلیکیشن ها هم فاز گاز وجود داره، هم گاز سالید وجود داره. به هر حال اینا اپلیکیشن های مختلفی که شما میتونید ازش از این نوع مدل سازی در این اپلیکیشن ها استفاده کنید. نیروهای مثل نیروهای الکتروستاتیک رو مدل کنید، برخورد ذرات، احیانا شکست ذرات رو مدل کنید، کوتینگ ذرات رو مدل کنید. همونطور که میتونید مثلا کوتینگ ذرات دارویی بسیار اهمیت داره، برای شما میتونید با این روش کوتینگ ذرات رو مدل کنید، کوتینگ ذرات دارویی رو، برای اینکه ساستین ریلیز بهتری داشته باشید. مثلا میتونید سیلوها رو در واقع مدل کنید. اینجا یه نمونه در واقع از مدل سازی در واقع جریان خروج از سیلو رو شما مشاهده میکنید، یا یه نمونه به عنوان مثال در واقع انگل آف ریپوز غلات رو دارید اینجا مشاهده میکنید و نحوه قرار گرفتن اکسپریمنت افتادن غلات رو هم دیگه، و این هم یه نمونه از مدل سازی در واقع CFTDM، البته اینجا DM در واقع همین انگل آف ریپوز هست.
یا شما از استاتیک میکسر استفاده میتونید بکنید. اینجا دو تا در واقع ذره با رنگ‌های مختلف دارید میبینید که آبی و قرمز بودن و اینا وقتی از استاتیک میکسر عبور میکنن کاملا با هم میکس میشن و خب شما میتونید بلید های این استاتیک میکسر رو طراحی کنید برای اینکه آپتیموم میکسینگ ایندکس ها رو داشته باشید. برای یکی از مدل سازی هایی که شما به راحتی میتونید با تغییر این بلید ها میکسینگ ایندکس بهتری داشته باشید. یا از کانتینیوس میکسر استفاده کنید و مدلش کنید. اینجا یه نمونه دوباره از کانتینیوس میکسر دارید مشاهده میکنید که ذرات آبی قرمز با هم دیگه در واقع میکس میشن. شما طول این استاتیک میکسر در واقع سرعت دورانی سویپینگش رو میتونید مدل کنید و همینطور در واقع ارتفاع پر شدن ذرات رو. در نهایت میتونید اینو آپتیموم کنید استاتیک میکسر، اگرچه اینجا در واقع ذرات با دو تا رنگ آبی و قرمز نشون داده شدن، در واقع هم جنسن، هم اندازن، فقط رنگشون با هم متفاوته، ولی کن میشه ذراتی با سایزهای مختلف یا ذرات با سایزهای یکسان ولی دانسیت‌های مختلف رو با هم در واقع مخلوط کرد و میکسینگ ایندکس های مخلوط رو به دست آورد. اینجا حالا در واقع پول ایندکس رو میبینید، لیسی ایندکس و بقیه ایندکس هایی که میشه براش تعریف کرد. و یا ناتا میکسر، به حال اینم ناتا میکسر هم تو صنایع دارویی خیلی استفاده میشه. اینجا یه نمونه از مدل سازی ناتا میکسر رو دارید مشاهده میکنید که برای مخلوط کردن دوباره ذرات در واقع مواد موثره دارویی، باز با دو رنگ قرمز و خاکستری نشون داده شده، ولی عملا میتونید در واقع با سایزهای مختلف و دانسیت‌های مختلف اینا رو با هم مخلوط کنید. یه حرکت دورانی اولیه داره و یه حرکت سویمینگ، چرخش سویمینگ. شما سرعت این دوتا چرخش رو میتونید در واقع اپتیموم کنید و تا اینکه میکسینگ ایندکس بهتری داشته باشید. یا در واقع اسپاتد بد مثالی که قبلا داشتیم اکثرا در واقع فاز فلوید وجود نداشت، ولی تو اسپاتد بد در واقع فاز فلوید هم وجود داره و شما میتونید در واقع مدل سازی CFTDM رو بر روی در واقع اسپاتد بد انجام بده. اسپاتد بد خیلی تو صنایع دارویی کاربرد داره. در واقع سیال از پایین در واقع وارد میشه، یک اسپاتی تولید میکنه و در نهایت فواره ایجاد میکنه و یه فضای آنالوس و حرکت سیال به این شکلی میاد به سمت، حرکت ذرات میان به سمت بالا و در واقع پرت میشن و یه عرض کردم فواره ایجاد کرده و ذرات بعد میان به سمت پایین و در این فضای آنالوز حرکت میکنن و دوباره وارد اسپات میشن و این چرخه ادامه پیدا کنه. از اسپاتت بد میشه برای در واقع کوتینگ ذرات داروی استفاده کرد. حالا یه نمونه از مدل سازی CFTDM اسپاتت بد رو مشاهده میکنید. ضمن اینکه حالا قبل از اینکه اون مدل سازی رو با هم ببینیم، شما میتونید با استفاده از اینو مدل سازی رژیم های مختلف اسپات رو مطالعه کنید، رژیم در واقع ترانزیشن یا رژیم جت و همینطور رژیم اسپات رو که در واقع دقیقاً به متوجه بشید تو کدوم ناحیه هستید. این یه نمونه مدل سازی در واقع CFTDM اسپاتت بده که همونطور که عرض کردم گاز ذرات رو به سمت بالا پرت میکنه و در واقع یه فواره تشکیل میشه و بعدش ذرات وارد فاز آنالوس میشن و این چرخه ادامه پیدا میکنه. شما میتونید در واقع از بالا اسپری کنید روی ذرات و ذرات کوت بشن، همینطور در واقع البته اسپری از پایین هم میتونه باعث کوتینگ ذرات بشه. هر دو نوعش در واقع تو صنعت داروسازی وجود داره و بنابراین شما برای مدل سازی کوتینگ ذرات میتونید از این استفاده کنید. یا در واقع به شکل در واقع خیلی عامش از فلویدایز بد، برای مدل سازی فلویدایز بد شما میتونید از CFTDM استفاده کنید. تو رژیم های مختلف در واقع میشه این کار رو کرد و در واقع همونطور که مستحضرید در واقع ما یه تیمی هستیم به همراه آقای جناب دکتر ستودین، آقای دکتر مصطفی که
در واقع کار اصلیمون بیشتر مالتی فیس فلو و به خصوص فلویدایز بده و طبیعتاً هم در واقع به شکل اکسپریمنتال هم به شکل مدل سازی روی این زمینه داریم کار میکنیم. در قسمت مدل سازی بیشتر از روش CFDDM برای مدل سازی در واقع مالتی فیس فلو استفاده میکنیم. این یه نمونه به واقع از مدل سازی CFDDM، یک در واقع تزریق تک‌هوا به داخل بستر سیال که قسمت بالا در واقع مدل سازی CFD رو مشاهده میکنیم، قسمت پایین اکسپریمنتالش به شکل شماتیک در واقع ولیدیشن این روش رو نشون میده. اینجا یه نمونه در واقع از کاربرد بار الکتروستاتیک رو در واقع مشاهده می‌کنید. همونطور که عرض کردم ذرات به خاطر اینکه کنار هم می‌غلطند یا کنار دیواره می‌غلطند در واقع باردار میشن و همونطور که توی این مدل سازی CFDD مشاهده می‌کنید، اول ذرات آبی بودن، به مرور رنگ ذرات داره تغییر می‌کنه که نشون دهنده در واقع باردار شدن ذرات. وقتی ذرات باردار میشن بسته به نوع ورکینگ فانکشنی که دارن میتونن بارهای همنام داشته باشن یا بارهای غیر همنام داشته باشن، بستگی به خود ذرات داره و اندازه شون، منظورم جنسشون و خود اندازه ذرات. و بنابراین حالا اینکه بارهای همنام داشته باشن میتونن همدیگر رو جذب، غیر همنام داشته باشن همدیگر رو جذب کنن، اگه بارهای همنام داشته باشن همدیگر دفع میکنن و اجازه میدن که هوای بیشتری از بین ذرات عبور کنه، درجه حباب داخل بستر سیال کوچکتر میشه. در واقع اینجا یک توضیح اندازه در واقع بار ذرات، اگه دقت کرده باشید ابتدا در واقع همه ذرات بدون بار بودن، ولی اینجا همونطور که میبینید بعد از این مدت یک توضیح اندازه بار ما داریم. بنابراین یکی از روش هایی که میشه در واقع نیروهای مختلف رو، مثلا نیروی واندروالز رو به مجموعه اضافه کرد، به سامانمون اضافه کرد، همونطور که میدونید اگه ذرات به اندازه کافی ریز باشن که اثر نیروی واندروالز قابل توجه باشه، شما میتونید در واقع نیروی واندروالز رو هم اعمال کنید. البته اعمال کردن نیروی واندروالز به خودی خود در واقع اشکالی پیش نمیاره، ولی خب لزوماً وقتی استفاده میشه، وقتی ببخشید دامیننت میشه که در واقع ذرات خیلی ریز باشن. همونطور که عرض کردم برای اینکه در واقع هزینه محاسباتی رو کم کنید راهکارهای مختلفی وجود داره. یکی از راهکارهایی که وجود داره همونطور که عرض کردم اینه که محاسبات مربوط به دی ام رو تو قسمت جی پی یو انجام بدید، البته با پلتفرم خودش، و در واقع معادلات کانتینیوتی رو و نویر استوکس رو با سی پی یو در واقع هندل کنید. و خب طبیعتاً این کوپلینگ پارامترها مدام باید بین سی پی یو و جی پی یو در واقع انتقال پیدا کنن، بسته به اون گیتی که تعریف شده، گیت سخت افزاری که تعریف شده، یه مقدار در واقع محدود کننده سرعت محاسباتیتون خواهد بود. اینجا یه نمونه از کوتینگ ذرات رو مشاهده می‌کنید. فعلا ذرات در واقع اینجا همه آبی رنگ هستن، اینجا اسپری در واقع روشن میشه و ذرات به مرور شروع میشنن کوت شدن و رنگشون تغییر میکنه. تو این اسلاید میتونید مشاهده کنید که در واقع قطرات اسپری میریزن روی ذرات و به خاطر هوای داغی که از پایین وارد میشه این خشک میشن و یک کوتی روی ذره ایجاد میشه. همونطور که عرض کردم در صنایع دارویی خیلی استفاده میشه کوتینگ ذرات و شما میتونید با اسپری در واقع با سیال های مختلف کوتینگ های مختلفی که هر کدوم یه ویژگی داشته باشن، یعنی مالتی لیر کوتینگ انجام بدید و در واقع بتونید ساستین و ریلیزتون رو کنترل کنید. در واقع یکی از روش هایی که بتونید کنترل شده ماده مؤثره در واقع ریلیز بشه داخل بدن استفاده از همین روش کوتینگ است. یا در واقع میتونید برخورد ذرات و شکستن ذرات یا ساییدگی ذرات رو در واقع مدل کنید. باز دیتیلش رو من اگه اجازه بدید ازشون بگذرم با توجه به محدودیت وقتی که دارم، ولی خب یه نمونه از مدل سازی در واقع
شکست ذرات رو تو بستر سیال با هم مشاهده میکنیم. ابتدا ذرات همه سایز یکسانی دارن تو هر دو تا کیس A و B، و به مرور که ذرات به هم میخورن در واقع سایزهای کوچیک ذرات هم شکل میگیره. فرق بین دو تا مدل A و B در واقع دو تا اپروچ مختلف برای برای شکست ذرات، برای مدل سازی شکست ذرات یا اصطلاحا فیزیک شکست ذراته، که خب حالا بستگی داره که مدل در واقع دیتا های اکسپریمنتالشتون به چه شکلی باشن، شما میتونید در واقع در ولیدیشن از اون فیزیک مسئله بهره ببرید و به هر حال یکی از این دو روش A و B، البته روش های دیگه هم وجود داره، دیتیلش عرض کردم، دیتیل های مختلفش رو شما میتونید در منابع مختلف در واقع مشاهده بفرمایید. ولی آنچه که مهمه، من آخر صحبت ها میخوام راجبش صحبت کنم، که در واقع یکی از مواردی که در مدل سازی های مثل CFTDM تو لبه در واقع دانش وجود داره کد وریفیکیشن و ولیدیشنه، که عموما دانشجوان اشتباه میکنن یا این تیکه رو اصولا انجام نمیدن. یک برای وریفیکیشن و ولیدیشن در واقع توصیف های مختلف و تعریف های مختلف وجود داره. یه روش سادهش برای تعریف این دوتا اینه که اگه شما یه فیزیک مسئله داشته باشید که میخواید اونو مدل کنید، یه رئالیتی داشته باشید، اگر در واقع مدل سازی بکنید و از اون فیزیک به یه ماتماتیکال مدل برسید، یعنی یک مدلی رو دیولپ کنید، مثلا اسمش از در واقع مدلینگ، اگه از اون در واقع ماتماتیکسی که دارید در واقع کد کامپیوتری یا برنامه کامپیوتری استفاده کنید برای اینکه اون ریاضی رو تبدیل کنه به یک کامپیوتر مدل، اصطلاحا در واقع نیاز به وریفیکیشن دارید، یعنی اینکه در واقع آیا اون ماتماتیکس به درستی به اون کامپیوتر مدل تبدیل شده یا نه، اصطلاحا اسمش وریفیکیشنه. اگر از اون کامپیوتر مدل برای سیمولیشن و شبیه سازی اون در واقع فیزیک یا اون رئالیتی که میخواید مدل کنید، شبیه سازی کنید استفاده کنید، اسمش هست در واقع سیمولیشن و شما احتیاج به ولیدیشن دارید. بنابراین شما برای اینکه مطمئن بشید کدتون داره خوب کار میکنه هم به وریفیکیشن احتیاج دارید هم به ولیدیشن. البته همونطور که عرض کردم تعاریف مختلفی وجود داره که ساده ترینش همینی که عرض کردم، و دانشجویان عزیز میتونن در واقع پروژه های مختلف و تزهای مختلف رو تعریف کنن تو این زمینه و مطمئنن همشون در واقع اینترست خواهند بود، بسیار جذابه برای جامعه علمی، خصوصا تو مهندسی شیمی خیلی کمتر کار شد. از دیتیلش میگذرم، فقط در واقع یک در واقع تعریف خیلی ساده: verification deals with mathematics, validation deals with physics. این یه نکته. نکته دوم اینه که validation رو در واقع باید دانشون بهش توجه کنن. گاهن اپلیکیشن دومینتون تو حوزه ولیدیشن دومین قرار میگیره، خب خیلی هم خوبه، اشکالی هم پیش نمیاد، اما گاهی اپلیکیشن دومین فاصله میگیره از ولیدیشن دومین. اینجا میبینید یه همپوشانی کوچیکی وجود داره، ولی تو حالتهای اصلا همپوشانی وجود نداره، و خب اینجا اصولا ولیدیشن دومینتون باید تعمیم پیدا کنه در واقع به اپلیکیشن دومین. اگه این کارو نکنین خیلی ولیدیشنتون اعتبار نخواهد داشت. خیلی کمتر دانشجوها بهش توجه میکنن، ولی در واقع خواهشی که دارم اینه که به این نکته توجه بیشتری داشته باشن، و خصوصا عرض کردم در مهندسی شیمی کمتر بهش توجه شد. یه نکته دیگه اینه که ما معمولا ولیدیشن رو به شکل جنرال هیچ موقع انجام نمیدیم، معمولا یه فنومن ایدنتیفیکیشن اند رنکینگ تیبل، حالا تیبلش افتاده پشت این در واقع مونیتوری که عکس منو داره، فیلم منو داره نشون میده، ولی به این معناست که در واقع اون سیستم رو شاید باید به چند ساب سیستم در واقع تبدیل کنیم. اینکه چجوری یه سیستم رو به چند ساب سیستم تبدیل کنیم خودش روش‌های مختلفی داره، ولی ولیدیشن رو باید از پایین ترین در واقع لایه‌های اون ساب سیستم در واقع اثبات کنید و بعد لایه بالاتر تا اینکه کل یه سیستم رو بتونید مدل کنید. به عنوان مثال اگر شما میخواید بستر سیال رو مدل کنید، باید ابتدا حرکت ذره رو مدل کنید، یعنی یک ذره افتادنششون فرض کنید روی میز، میزان بالا آمدنش یا چرخش ذره، در واقع باید اول اون رو مدل کنید.
البته اینکه شما یه بستر سیال رو چجوری دیکامپوز کنید به ساب سیستم‌های مختلف و لایه پایین‌تر خودش یک در واقع علمیه که عرض کردم تو لبه دانشه و بنابراین شما میتونید با استفاده از این روش جدید وریفیکیشن و ولیدیشن بهش برسید. طبیعتا بعد از اینکه این در واقع پیرت یا همون فنومن آیدنتیفیکیشن رنکینگ تیبل رو ساختید میتونید ولیدیشن ماتریکستون رو بسازید و در نهایت اثبات کنید که مدل سازیتون درسته. یه نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که اصولا دو تا اپروچ مدل سازی وجود داره، کانزرویتیو و بست استیمیت. طبیعتا برای بست استیمیت ها شما آنسرتینتی آنالیسیس هم باید انجام بدید که من توی این پرزنتیشن رو نیاوردم، ولی آنسرتینتی آنالیسیس و همینطور سنسیتیویتی آنالیسیس به هر حال جزء لاینفک مدل سازی های بست استیمیت. یه خلاصه عرض کنم خدمتتون که به حال برای مدل سازی های سامانه های پیچیده سالید فلوئید احتیاج به روش های در واقع مدل سازی ادوانسی مثل CFTDM دارید. همونطور که عرض کردم یک تلفیق یه روش CFTDM بین مدل نگاه ببخشید اپروچ یا نگاه مزو و یک نگاه میکرو. هزینه محاسباتی داره. هزینه محاسباتی رو برای کم کنید میتونید روش انواع اقسام روش های دیتا آنالیسیز، هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و اینا استفاده کنید و یا اینکه تو پلتفرم های مختلف محاسبات انجام بدید و اینا رو با هم کوپل کنید. در انتها در واقع کتابی که چند سال پیش در واقع به کمک در واقع آقای دکتر نوروزی که الان در دانشگاه امیرکبیر حضور دارند و اساتید گرانقدر من آقای دکتر سودوده و آقای دکتر مصطفی نوشتیم، این کتاب میتونه یک در واقع هم قسم در واقع به گونه‌ای نوشته شده که برای افرادی که تازه میخوان کار کنن مفیده و هم به شکل ادوانس میتونن ازش استفاده کنن. کدهای کامپیوتری توش هست، میتونن از اون کدها استفاده کنن. برای مدل سازی های در واقع سامان های چند فازی به راحتی میتونید از این کتاب استفاده کنید و ممنون از اینکه توجه کردید. پوزش میخوام از اینکه نتونست حضوری کنار شما عزیزان باشم. باز هم ممنون از دانشگاه صنعتی سهند و به خصوص از دوست عزیز ما جناب آقای دکتر مقدس. خیلی خیلی ممنون و خداحافظ.